برای یافتن آتشی به اون جهت به حرکت کرد. هیچ چیزی بالاتر از اعتقاد نیست. در عرض 51 سال اقامتش، نه 41 سال اقامتش، با چه برگشت؟ با نور نبوت برگشت. هجرت و جهاد را کمتر کسی میتونه این کار رو بکنه. برای چه رفته بود و با چه برگشت؟ این رو توفیق الهی میده. عالم، متکلم، خطیب، محقق، مؤلف بزرگ که ما در شرق آفریقا از خدمات ایشون بهره‌مند بودیم. فرصت‌ها شتابان در گذر است. در این دنیا آنچه می ماند مرهون لحظه های ناوی است که فقط برای یکی به نقش می آید، و چه نادر انسان هایی که در طول تاریخ آمدند و رفتند و در رهگذر این سفر رمزآلود بر تارک این نقش درخشیدند و در پرتو نور خدا نگار وجود اقدس الهی را بر لحظه هایشان تمنا کردند. او نیز مسیر سفر همه انسانها را پیمود، اما چگونه پیمودن را آنگونه برگزید که توانست پیرامون چشم نوازی را به گستره تاریخ روزگار ما جلوه‌گر سازد. و اینک فقط کافی است تا با درنگی ژرف دریچه‌ای به روی جغرافیای جهان مجازی گشوده شود تا به اندک توجهی برکت وجود مردی هویدا گردد که گامهای نخستین زندگی خود را از یک سرزمین در شرق این عالم به مسیری آورد که فرجامش در خطه دیگری از پهنه این خاک خدا آرام گرفت. اختر پر فروغ. سال 1941 میلادی است. شهر بهاگلپور. همان دیاری که منزلگاه حکیم سید زین العابدین یکی از اطبای مشهور شهر را در خود جای داده است. شاید بتوان گفت که نقطه آغازین تعلقات سید سعید به متافیزیک و علوم الهی از همان روزهای برآمده از خانه پدر بزرگ
رقم خورد. آنگاه که فرصتهای دوران نوجوانی او در همین خانه به صفحاتی از اوراق تاریخ، حدیث، علم کلام و ادیان پیوند زده شد. سید سعید مراتب علمی را نزد اساتید برجسته خود طی می کند. سوابق تبلیغی او در دوره‌های گذشته زندگی به ویژه اخذ نیابت از پدرش در احراز امامت مسجد شیعیان شهر هلو و پس از آن امامت جمعه شهر حسینگنج سابقه ای را رقم زد که آینده زندگیش گویی آینده ای شد از همه مسیر رفته این مرد بزرگ. سال 1959 میلادی تانگانیکا نام بخشی از گستره شرق آفریقاست. این دیار هنوز مستعمره انگلستان است و بعدها به کشور تانزانیا شهرت می‌یابد. بسیاری از مردمان سرزمین علامه سید سعید اختر رضوی سالهاست که از شمال شبه قاره هند به این دیار مهاجرت کردند. فدراسیون خوجه شیعه اثناعشری آفریقا که عالی‌ترین نهاد مذهبی منطقه به شمار می‌رود، در پی آن است که مبلغی بارز و کار آزموده را برای اداره امور مذهبی خوجه‌ها به تانزانیا دعوت کند. در میان کاندیداها علامه رضوی جایگاه ممتاز و عالی مقام دارد. او ضمن شناخت از موقعیت خوجه‌ها از مراتب فضل علمی و نشاط جوانی برخوردار است که اندیشیدن به گزینه‌ای دیگر را ناممکن می‌سازد. تمام هماهنگی‌ها صورت می‌پذیرد. میزبانان در انتظار فرود هواپیمای حامل آیت الله سید اختر رضوی به فرودگاه لندی در جنوب تانزانیا هستند. تا دقایقی دیگر این میهمان جوان قرار است تا بر سرزمینی پای بگذارد که برکت وجود خدایش نمادی از بالندگی و شکوه اندیشه ناب از تعالیم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را در این سرزمین از خاک خدا به نقش آورد. تمام بزرگان و مشایخ شیعه منطقه لحظه شماری می کنند. هواپیما فرود می آید. آنچه در اولین مواجهه رخ می نماید تجلی مردی آرام و پرصلابت است که آموخت‌هایش به بلندای یک عظمت انسانی متواضع ساخته و این تواضع بیش از هر شاخصه زیبای دیگری در قامت او جلوه نمایی می کند. کسی باور نمی کرد که این روحانی فاضل در همان اولین لحظه های حضورش آنقدر هوشمندانه برنامه ریزی خواهد کرد. او به شایستگی یافته است که مجال این حضور و مهاجرت فراتر از آن است که خود را صرفاً منحصر در بافت خوجه‌های میزبان سازد و از همان روزهای نخست مسیر تبلیغ خود را در جهت جذب و آموزش خوجه‌ها و سایر مردم منطقه متمرکز می سازد. پس مجهز شدن به زبان سواحیلی مهمترین اقدام است. در فکر افتاد که مساحت پهنه تبلیغی خودش رو از مساحت خوجه های اثناعشری فراتر قرار بده. در همون آغاز در یادداشت‌های خودش هم می‌نویسه در همون روزهای اولیشون به یک کتاب فروشی میره و یک خودآموز زبان سواحیلی را می‌خرد و به فراگیری زبان سواحیلی می‌پردازد.
آغازین روزهای مؤسسه بلال مسلم میشن است. نخستین گام انتخاب 5 نفر جوان آفریقایی است که تازگی به تشیع مشرف شدند. در همان اولین سال آنها را نزد آیت الله العظما سید محسن حکیم در نجف اشرف اعزام می کند که به دانش تبلیغ و شناخت عمیق‌تر از اسلام مجهز شوند تا پس از بازگشت در جهت تبلیغ میان آفریقایی تبارها مؤثر افتد. اما آثار فعالیت‌های علامه رضوی محدود به آفریقا نشد. فعالیت‌های مؤسسه تحت مدیریت او از طریق نشریات، کتب، دوره‌های مکاتبه‌ای به دورترین نقاط جهان مانند تایلند، اندونزی، ژاپن در آسیا و کشورهای اروپایی، آمریکا و جزایر کارائیب در غرب می‌رسید. به عنوان مثال شکل‌گیری جامعه شیعیان گویان در آمریکای جنوبی از نتایج مستقیم فعالیت‌های علامه رضوی بود. علامه سید اختر رضوی به این موفقیت‌ها بسنده نمی‌کند. روح والای او همچنان به افق‌های عالی‌تر چشم دوخته است. هرچند عموم فعالیت علامه رضوی در تانزانیا تمرکز یافته بود، اما اهمیت نگاه او بر اشاعه جهانی اندیشه اهل بیت علیهم السلام سبب شد تا در اوایل دهه 80 میلادی وی چند سال از عمر خود را در انگلستان سپری کند. سید تبلیغات بسیار فراوانی رو کرد و تتبعات، مطالعات ایشون مهمتر از تبلیغاتش بود. ایشون در حدود 100 کتاب و جزوه به زبانهای انگلیسی و سواحلی، اینا رو که من میدونم در حدود 100 کتاب و جزوه داشتن. با زبان ساده و همه فهم، همه کس فهم، مرحوم موفق شدن به زبان انگلیسی به یک مخاطبین وسیع تری این مباحث را برسانن. تا اونجایی که من اطلاع دارم حداقل 6 جلد از مجلد از تفسیر المیزان را به زبان انگلیسی برگردان کرده. کتاب هاشون که در علم کلام به زبان انگلیسی نوشته شده عجیبه. ایشون منابع شیعه رو، حتی کتاب مرحوم استاد مطهری، کتاب مرحوم علامه عسکری، بعضی از این کتاب ها که حجمش کم بود و بازدهی سریع بود به زبانهای مختلف ترجمه کردن و در اختیار به اصطلاح هم طلاب آفریقایی و هم در اختیار دانشپژوهان مساجد و تکایای شیعه قرار داده بودند. این خدمات ماندنیه، چون اینهایی که در مکتب مرحوم علامه رشد کردند و بالا اومدند هرگز نمیتونن فراموش بکنند که الهمی. الان من اخیرا در تانزانیا بودم، آثار مجاهدت های علمی ایشون رو در تانزانیا حس میکردم و میتوانم بگویم که به شکل دقیق الان بخش عمده کسانی که امروز در مجموعه شرق آفریقا و حتی جنوب آفریقا و حتی در شاخ آفریقا امروز به عنوان طلابی هستند که برجسته هستند و امروز در اونجا بحثای عمده کار رو عهده‌دار هستند، به نوع اینها شاگردان علامه سید سعید رضوی هستند. شما الان که به این منطقه تشریف میبرید در فضای شیعه همه چیز شیعه رو میبینید، یعنی احساس میکنید که فضا پر از نام آقا علی ابن ابی طالب، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همه معصومین علیهم السلام. این
حاصل یک سری مجاهدت‌هایی بوده. فردی که میتوانسته بر کرسی درس، بر کرسی زعامت و میتونسته در حتی در همون زمان ایشون بهترین جا در انگلستان، در آمریکا، چون تسلط بسیار زیاد به زبان انگلیسی، علم بالا و کسایی که همتای او بودند و خیلی پایین‌تر بودند، اینها خیلی، اما ایشون این نقطه رو انتخاب میکنه و علی‌رغم داشتن این همه علم و دانایی، هیچ چیزی بجز احساس مسئولیت و عشق به خدمت و عشق به راه اهل بیت علیهم السلام و تشیع، هیچ عامل دیگری نمیتونه یک انسان به این بزرگی را بیاره در یک جایی مثل تانزانیا، این هم در حالا حدود 50 سال قبل با اون همه امکانات کم، آب نباشه، برق نباشه، مالاریا باشه، هزار آب خوردن حتی سالم برای نوشیدن نباشه، اما الان این امکانات نیست، تا چه برسه به 50 سال قبل که این سید بزرگوار در اونجا سکونت گزیده. این حکایت از اون روح و ایمان و اعتقاد والای این سید بزرگوار به راهش بوده، چون معتقد بود. یعنی سید تلاشش این بود که مردم رو به روز نگه داره با تحولات اعتقادی و باورها و فتاوی که توسط علما و مراجع اعظم صادر می‌شد. گذران شتابان عمر این عالم وارسته را در دهه آخر عمر قرار داده است. علامه رضوی از این همه تلاش و از سوی دیگر اقتضائات سنی، اما همچنان از پای نمی نشیند. درد دین و دغدغه جامعه مسلمانان جهان همواره رهایش نمی کند. او عهد کرده است تا حتی یک روز از عمر خود را بی معنا سپری نکند، تا آنکه همین اواخر من ایشون رو تو قم، تو حرم حضرت معصومه علیها السلام دیدم. خیلی سخت راه میرفت و یکی از این بچه‌های تانزانیا کمکش میکرد جا به جاش بکنه. بهش گفتم که سید وقت استراحت نرسید. گفت راه استراحت در پیشه، خداوند قبر رو برای استراحت قرار داد، مثلا تا زنده ایم یک کاری بکنیم. فوت ایشون ضایعه اسفناکی بود برای جهان تشیع. صبح پنج شنبه 20 ژوئن 2002 میلادی است. علامه سید سعید اختر رضوی بر آن است تا این صبح بهاری خود را همچون همه گذشته عمر همت دوباره بیافریند، تا در پرتو آن اثری و نقشی دوباره در بیندازد. پشت میز خود می نشیند و کار ترجمه جلد هفتم المیزان را ادامه می دهد. ناگهان به چشم به هم زدنی آرزی مغزی امان نمی دهد. گویی رب العالمین این بنده مخلص را به جوار خود دعوت کرده است تا در شب جمعه لبیک این بنده ربانی زیباتر جلوه کند. و این چنین شد که او نیز همچون صلحا و علمای سلف خیش این معرکه آزمون را ودا کرد و به دیار دوست شتافت. حاش سعیدا و مات سعیدا. جامعة المصطفى العالمية